الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى یاران و همراهان سحر سلام بر شما. در سحر امشب با حکایتی از بوستان سعدی یادی می‌کنیم از اراده‌های جبرشکن که مرگ رو در برابر حکام بیدادگر به سخره گرفتند و مغلوب خودشون کردند. شنیدم که از نیک مردی فقیر دلازرده شد پادشاهی کبیر، مگر بر زبانش حقی رفته بود، زگردن کشی بر وی آشفته بود. به زندان فرستادش از بارگاه، که زورآزمایی است بازوی شاه. سعدی در این داستان پای عافیت جویان سازشکار را هم به میان میکشه، همون کسایی که ظاهراً در لباس مصلحت خواهی طرف ضعیف وارد میشن، اما در اصل خدمتگزار ظالم هستند. زیاران کسی گفتشان در نهفت، مصالح نبود این سخن گفت. خوشخدمتی های مزورانه سازشکاران هم در مبارزان راستین هرگز اثر نداشته. کسانی که جان برکف سودای آزادی مردم و رضایت حق رو هدف قرار دادن، از دام به آسانی می جهند. نیکمرد در جواب اونها که می خوان اون رو به تسلیم بکشونن میگه: رسانیدن امر حق طاعت است، ز زندان نترسم که یک ساعت است. سخن نیکمرد به گوش حاکم میرسه. حاکم هم مغرورانه به کلام این مردم مقاوم میخنده. بخندید کو زن بیهوده برد، نداند که خواهد در این حبس مرد. بله، همون کاری که تمام حکام ظالم با آزادگان عصر خودشون میکنن، گرو گرفتن جان و فشار زندان برای به ندامت کشوندن آزادگانه. اما پاسخ نیکمرد موضع بسیاری از مجاهدان آزاده روزگار خودمون و پاسخ اونها به دشخیمان آخوندیه. نیکمرد گفت: مرا بارغم بر دل ریش نیست، که دنیا همین ساعتی بیش نیست. نگر دستگیرم کنی خرمم، نگر سربری بر دل آید غمم. به راستی آیا کلمات سعدی از زبان پیر آزاده در این داستان یادآور کلام قهرمانانی چون علی صارمی، محمد علی حاج آقایی، جعفر کاظمی و منصور رادپور خطاب به دشخیمان نیست؟ نیکمرد در ادامه کلامش به حاکم ستمگر اینطور اتمام حجت میکنه:
من دل بر این دولت پنج روز، به دود دل خلق خود را مسوز. نه پیش از تو بیش از تو اندوختند، به بیداد کردن جهان سوختند. چنان زی که ذکرت به تحسین کنند، چو مردی نبرگور نفرین کنند. نباید به رسم بدآیین نهاد، که گویند لعنت بر او کین نهاد. اما حاکم ستمگر تحمل شنیدن سخنان نیک مرد قهرمان رو نمیاره و تهدید میکنه که زبان از کام او بیرون میکشه. نیکمرد سلاح تهدید به زبان بربریدن رو اینطور از شاه ستمگر میگیره: من از بیزبانی ندارم غمی، که دانم که ناگفته داند همی. اگر بینوایی برم بر ستم، گرم عاقبت خیر باشد چه غم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها
و کل عظمتک عظیمه اللهم انی اسألک بعظمتک كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كله اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة